روز هفتم خوش آمدید. بابت اتمام اولین هفته از 21 روز مدیتیشن آفرینش فراوانی به شما تبریک میگویم. در طی 6 روز گذشته ما حقیقت و منبع فراوانی را که بی حد و مرز و ابدی است کشف کردیم. یاد گرفتیم که ذهن، ماده و روح در ارتباط با یکدیگر کار می کنند تا فراوانی را آشکار کنند. همانطور که در حوزه خاموش از همه امکانات دانه های موفقیت هست، وقتی از درون زندگی می کنی خواسته های شما به سرعت خودجوش و با کمترین تلاش برآورده می شود. این هفته ما آنچه را که گاهی اوقات به نام یک تصادف، معجزه یا فقط شانس می نامیم در نظر می گیریم. از خودتان بپرسید که چه مدت طول می کشد تا یک رویا به حقیقت بپیوندد. در ذهن برخی از افراد شرایط خاصی باید رعایت شود، برنامه ها باید صورت بگیرند، مقدار زمان مشخصی باید بگذرد و تلاش باید اعمال شود. با این حال این شرایط همه از دنیای سبودی فیزیکی سرچشمه می گیرد. در سطوح عمیق‌تر از آگاهی، آنچه که ما رویا، معجزه یا تصادف خوششانس می نامیم می تواند در یک لحظه اتفاق بیفتد. آیا تصادف خوششانس چیزی است که برای برخی اتفاق می افتد و برای دیگران اتفاق نمی افتد؟ یا چیزی که ما به آن شانس می گوییم در واقع نتیجه آگاهی و قصد است؟ در صورتی که آرزویتان خوشجوش برآورده شده باشد، نتیجه شانس نیست؟ در واقع شانس مفهومی است که توسط کسانی که هنوز نتوانستند قدرت باور نکردنی زندگی کردن در هماهنگی با روح، معنویت و منبع را کشف کنند استفاده و منظور شده است. هنگامی که شما مجدداً با منبع خودتان هماهنگ می شوید، متوجه خواهید شد که می توانید به صورت خودجوش آرزوهای خود را برآورده کرده و از معجزات هر روز لذت ببرید. هرگز نگران نباشید در مورد اینکه چه زمانی رویاهایتان محقق می شود یا اصلا محقق می شود یا نه.
اگر ایمان و اعتقاد دارید حتما محقق می شود. یک لحظه را برای رویا پردازی یک معجزه روزمره که می خواهید در زندگیتان اتفاق بیفتد قرار بدهید. شرایط خود را همانطور که در حال حاضر است بررسی کنید و اینکه دوست دارید آنها چطور باشند. به عنوان مثال، شما به عنوان یک حسابدار کار می کنید، اما همیشه می خواستید بخش هنری وجودتان را بیان کنید. به بدن خود دقت کنید، توجه داشته باشید. زمانی که شما در مورد شرایط فعلی خود فکر می کنید و زمانی که روی رویاهای خود متمرکز می شوید، چه احساسی دارید؟ به این احساسات راحتی یا ناراحتی، غم یا اندوه توجه کنید. بدن شما یک ابزار فوق‌العاده برای کمک به هماهنگی شما با روح است. توجه کنید که بدن شما چگونه احساس می کند وقتی به شما کمک می کند. تا انتخاب‌های خلاقانه‌ای را به کار ببندید تا به آنچه که می خواهید نزدیک‌تر شوید. همانطور که ما آماده می شویم تا با هم مراقبه کنیم، بگذارید لحظه‌ای بر فکر اصلی امروز تمرکز کنیم. من از قصد آگاهانه خود برای آشکار کردن رویاهایم استفاده می کنم. من از قصد آگاهانه خود برای آشکار کردن رویاهایم استفاده می کنم. بیایید مدیتیشن خود را برای ارتباط با منبع که از طریق آن همه فراوانی ها جریان پیدا می کند آغاز کنیم. یک مکان راحت پیدا کنید. دست‌های خود را به آرامی روی رانتان قرار دهید. کف دستاتون رو بالا نگه دارید. چشماتون رو به آرامی ببندید. در این لحظه به محل سکوت درونی که ما ارتباط با خود برترمان را تجربه می کنیم بروید. اجازه دهید تمام افکار بیرون برند و شروع به مشاهده دم و بازدم خود کنید. با هر دم و بازدم به خودتان اجازه دهید بدنتان آرامتر، راحتتر و در آرامش بیشتر باشد. آرامتر، راحتتر و در آرامش بیشتر باشد. و حالا به آرامی
عبارت معنوی را تکرار کنید و اجازه دهید به آسانی جریان پیدا کند. وجود، آگاهی، سعادت، سات، چت، آناندا. وجود، آگاهی، سعادت، سات، چت، آناندا. هرگاه از طریق افکار یا احساسات در بدن یا سر و صداهای محیط اطراف دچار حواس پرتی شدید، به سادگی توجه خود را به تکرار ذهنی عبارت معنوی بازگردانید. سات، چت، آناندا. سات، چت، آناندا. لطفاً مدیتیشن خود را ادامه دهید. من زمان را در نظر می گیرم. از آخر شما می شنوید که زنگ ملایمی را به صدا که نشون می ده وقت آن رسیده که عبارت معنوی را آزاد کنید در می آورم. وجود، آگاهی، سعادت. وجود، آگاهی، سعادت. سات، چت، آناندا. وجود، آگاهی، سعادت. سات، چت، آناندا. وجود، آگاهی، سعادت. سات، چت، آناندا. و حالا در سکوت در ذهنتون تکرار کنید.
حالا موقع اینه که عبارت معنوی را آزاد کنید. آگاهی خود را دوباره به بدن برگردانید. یک لحظه استراحت کنید. آرام و عمیق نفس بکشید. هنگامی که احساس می کنید آماده هستید، چشماتون رو به آرامی باز کنید. همونطور که روز خود را ادامه میدید، احساس پتانسیل نامحدود را با خود به همراه داشته باشید و فکر اصلی امروز را به خود یادآوری کنید. من از قصد آگاهانه خود برای آشکار کردن رویاهایم استفاده می کنم. من از قصد آگاهانه خود برای آشکار کردن رویاهایم استفاده می کنم. من از قصد آگاهانه خود برای آشکار کردن رویاهایم استفاده می کنم. شاد باشید.